به نام خدا بچه ها سلام وارد فصل چهار میشیم مواد پیرامون ما خب بچه ها ما روزانه با مواد زیادی سر و کار داریم موادی که چوبی هستند پلاستیکی هستند وسایل آهنی فلزی پارچه‌هایی که نخی هستند ابریشمی یا هر جنس دیگه سر و کار داریم در واقع چهره زندگی ما به نوع موادی بستگی داره که ازشون استفاده می کنیم. مثلا اختراع آلیاژ فولاد بر جا باعث چی شد؟ باعث گسترش صنعت خودروسازی و ساختمانسازی شد. چرا؟ چون مثلا فولاد خیلی واکنش پذیری کمتری از آهن داشت و بهتر و مقاومتر از آهن بود دیرتر واکنش میداد و خراب میشد حالا ما توی این فصل میخوایم با ویژگی های برخی مواد و تاثیر اونها در ساخت وسایل زندگی آشنا بشیم همونطور که توی این شکل میبینید یک پارک بازی هست که مواد گوناگونی درش استفاده شده ببینید مثلا اینجا فنره هایی داریم از جنس فولاد هستن از با بازی که از جنس پلاستیک هست یا کف بوش هایی که از جنس مواد مصنوعی از نفت خام ساخته میشن لباسی که افراد استفاده کردن و خیلی وسایل دیگه خب اما منبع این مواد چیه بچه ها؟ طبیعت طبیعت منبع مواد هست شما توی علوم ششم خوندین که برخی از موادی که تو زندگی ازشون استفاده میکنیم در طبیعت یافت میشن و یعنی مستقیما ما ازشون استفاده میکنیم بدون اینکه تغییر زیادی درشون بدیم اگه یادتون باشه بهشون میگفتیم مواد طبیعی و موادی بودن که ما اول تغییراتی در اونها میدادیم و بعد استفاده میکردیم که به اونها میگفتیم مواد مصنوعی اما مواد طبیعی رو بچه ما مستقیما از زمین آب و هوا جدا میکنیم و به کار میبریم مثل چی؟ مثل چوب، مثل سنگ و پنبه اینا مواد طبیعی هستن طلا خب اینجا توی شکل یک نمونه هایی از موادی که به طور مستقیم از طبیعت به دست میاد ببینید اول گوگرد رو گفته گوگرد به صورت بلورهای زرد و کدر در کجا یافت میشه بچه در دهانه آتش های خاموش و نیمه فعال وجود داره دوم تلا تلا به صورت تکه ها یا رگه های فلزی فلزی درخشان هست بچه ها در لابلای برخی از خاک ها و سنگ ها دیده میشه به چه صورت بچه ها؟ به صورت تکه ها یا رگه ها یافت میشه تلا شکل قسمت پ داره الماس رو نشون میده ببینید الماس به صورت بلور های زیبا و درخشان در کنار سنگ های کجا بچه ها؟ سنگ های آتشفشانی. در کنار سنگای آتش فشانی الماس وجود داره به چه صورت بلورهای زیبا و درخشان و نمک خوراکی که از آب دریا تهیهش میکنن و میبینید اینجا این تپه های که میخوان ازش نمک بگیرن رو شما توی شکل مشاهده میکنید